متوجه دیدگاه می بودم، شاید بعضی کامره ها یا گرفته باشه که من خودم متوجه ازی بودم. دوستم هم کامره را گرفت، از تابوت شخص را گرفت، من تفت نور آمد که در او بل 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 یگان نشانک های صفی نیاد که نور می آمد که در هیچ جنازه من ندیدم. لیکن امروزه زندگی قسم آمده که استاد نمیگیم که وفات کرد، استاد هست، زنده است. چرا اجر عظیمه در زندگی مانده برای ما شما و کل امت. جور سعادتمند و سرحال باشین. بیننده های عزیز، قسمی که میبینین تمام دوستداران و همچنان دوستای جناب استاد بزرگوار از نماز جنازه آمدن به طرف ای که سر عدیره میرن و جسم به جان جناب البته استاد برکت الله سلیمه در عدیره و خانه عبادیتش دفن میکنن. خب بیننده های عزیز، ما همراه بعضی از دوستا و همچنان قاری صاحبا صحبت میداشته باشیم، دیگه ما را دنبال داشته باشین، سر عدیره میریم. دوستا عزیز، Come on!
عزیز دوباره خوش آمدین ملت‌های عزیز. قسمی که شما می‌بینین ما در سر ادیره جناب استاد برکت الله سلیم هستیم و تعداد زیادی از اقارب و همچنان دوستان شاگردان در اینجا اشتراک کردن و در جنازه استاد بزرگوار و همراه کسایی که نزدیکا و اقاربش از انشاءالله مصاحبه و گفتشون رو می‌داشته باشین دیگه ما را دنبال داشته باشین. بیننده‌های عزیز دوباره خوش آمدین و امیدوار هستم که برنامه را تا آخر دنبال کنین. در کنار یکی از کاری صاحبا هستم که البته شاگردای استاد بزرگوار برکت الله سلیم هستند و در نخست از ایشان معرفت حاصل میکنیم و همچنان در مورد شخصیت، کردار و رفتار جناب استاد بزرگوار صحبت می‌داشته باشن. سلام، بازم زندگی سرتون باشه. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. زندگی سر کل ما شما باشه. ای غم غم کل ما شماست. قاری صاحب تنها که استاد ما بود، استاد ما استاد بین المللی، استاد کل ملت بود. دیگه قرای افغانستان کل از فیوزات از ای مستفید شدن. ما خودم از اولی که خانه محترم استاد ده چارای آجی محمداد بود اونجا شروع کردم. دیگه از الحمدلله تا وان ناس تا آخر قرآن شریف پیش خود قاریز برکت الله سلیم حفظ کردم. بعد از حفظ مسابقات قرآت هر جایی که چی میشد ما اشتراک میکردیم که خوشبختانه در یکی از مسابقات که در هتل انتر کانتینتال دایر شده بود بسیار حفیر مردم اونجا اشتراک داشتن، کل قرای افغانستان بود که الحمدلله در اونجا من مقام اول گرفتم. قیام از برکت استاد بود. بسیار خوب. خب آرزو و آرمان های استاد بزرگوار چی بود و چقدر مدت میشه خودت همراه استاد آشنایی داری؟ ما دیگه از 25 سال پیشتر یعنی همراه استاد که بودم، اما او وقت می لبم سیام نکده بودیم که ما همراه استاد بودم تقریبا 30 سال اما تو 25 سال دیگه. استاد همیشه آرزوش بود که همی اولاد ای وطن پیش بره، ترقی کنن و افغانستان به بیرق افغانستان از نگاه قرائت و از نگاه چیز در جا در همه جا برافشانفشه کنه. دیگه آرزوی بسیار قاری صاحبی بود که همیشه خدمت به قرآن کنه. همیشه حتی یک اولین سبتی که ما اولین سی سپاره که ما در افغان به نام افغان موزیک بود که در افغان موزیک اونجا ما قاری صاحب میرفتم مسامه بودم، مسامه گوش میگرفتم و اونجا انجینرشام انجینر محبوب بود به نام ابشار بود که در سه ماه ما اینجا مکمل سی سپاره را خواند. قاری صاحب به ترتیل و به تجوید و به ترتیل به گاله در ماه رمضان در رادیو نشر میشه، در تلویزیون نشر میشه، اون نمونه ما ثبت کردیم. اولین ثبتی بود. خب بخیر باشین، سلامت و در آخر پیامتون و کلامتون و گفتنی ها داشته باشین. پیام ما اینمی است که ما هم امی رای قاری صاحب انشاءالله پیش میگیریم و دیگه کل قرآن افغانستان کوشش کنه که امی راه میتود و روش قاری صاحب که همیشه خدمت به خلق الله بود امی خدمت پیش بگره و همیشه آرزوی قاری صاحب به امی خدمت بود که تا آخر لحظه شم که در بستر مریضی بود حتی میگفت که نمی مجبور شم باز یک حلقه دار میکنیم به قرائت های سبحه. ای تو یک آرزو داشت.
خدا من ببخشیش و بازم زندگی سرتون باشه. بزرگ زیاد تشکر. سلامت. بیننده های عزیز، باز هم در کنار یکی از شاگردای استاد بزرگوار هستیم در مورد شخصیت و همچنان در مورد کردار و رفتار جناب استاد محترم صحبت می داشته باشند. در نخست از ایشان معرفت حاصل میکنیم. سلام و زندگی سرتون باشه. قربان سرتون. چی دیگه، رضای خداست. استاد که به جهان معلم بود که آفتاب درخشان می درخشید و جامعه اسلامی افغانستان الحمدلله افتخار قرآنی بودن. دیگه چی دیگه، رضای الله جل مجده خود شما تسلیم هستیم. انا لله و انا الیه راجعون. خب به همیشه که در مورد استاد بزرگوار صحبت داشته باشین، چقدر مدت میشه شما همراه استاد بودین؟ الحمدلله استاد خود شاگردایی که به هم حضور پیدا میکردن و هم بودن شاگردایی که در کست گوش میکردن از تلویزیون ها، از مگرافون ها، اونها استاد برنامه های تدریسی قرآن کریم داشتن. دیگه تمام افغانستان شاگرد استاد هستن، به خاطر که اونها یک شخصیت بودن که بی‌نظیر هستن، بی بدیل هستن در قرن 21. مانند استاد که کسی نرویده، الحمدلله جهان تایید میکنه که استاد یک افتخار جهانی است. الحمدلله رو به افغانستان خدا نصیب گردانید. دیگه یک زایه بسیار کلان است برای جامعه افغانستان. الله جل مجده او بدیلش نصیب بگردانه و ضمن استاد مقامات عالی نصیب بگردانه. بخیر باشین و همراه برادر دیگه ما صحبت میداشته باشین در مورد دیگه قاری صاحب، میشه که شما صحبت داشته باشید در مورد استاد بزرگوار. سلام محترم، خوب هستین؟ بخیر ستان. خوب قاری حشمت الله تایی هستم، عضو کمیته مجد تمین صاحب انصار. در گذشت الحاج استاد برکت الله سلیم را به خانواده ایش تسلیت عرض میکنم و به هموطنان عزیز محترم ما تسلیت عرض میکنم. خب میشه که در مورد عزیز صحبت داشته باشین که استاد چی آرمان ها و آرزوها داشت؟ قاری صاحب، خب به کل مردم افغانستان معلوم بود که قاری صاحب افتخار افغانستان بود و در قلبشان قرآن زمشان جایگاه. خب آرمان استاد بزرگوار قرآن شریف بود که تعداد زیادی از شاگردای استاد بزرگوار در اینجا اشتراک کردن و غم شریکی شدن و میشه که در آخر پیام کلام داشته باشین. پیام ما به خودت میبینن. بله، پیام ما ایسته که مثل روش کردار قاری صاحب برکت الله سلیم همیشه که شاگردار تدریس داده، امی مثل قاری صاحب برکت الله مت افتخار پیش بده. بخیر باشین، سلامت بازم زندگی سرتون. زنده باشین قربان. سلام. تشکر قاری صاحب، سلامت. تسلیت میگم بر تمام شما بیننده های عزیزی که همیکنون ما را تماشا دارن. بیننده های عزیز، در کنار شاگردای استاد بزرگوار هستیم و در نخست از ایشان معرفت حاصل میکنیم و در مورد استاد صحبت میداشته باشند. بازم بر شما تسلیت میگم. سلام باشین. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله النبي ومن والاه، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. در نخست برای شما و گردانتان کامرمانی و سلام خدا عرض میکنم. ثانیا از دست دادن بزرگترین نعمت جهان اسلام و خصوصا افغانستان، یک سرمایه بزرگی که در این دو دهه یا سه دهه که ما در افغانستان در جنگ یا مصروف هستیم، این چنین سرمایه دیگه وجود نداشت که ما امروز شاهد از این بودیم که از دست دادیم. ولی بر یک چیز خوشحالیم، به خاطر اینکه الحمدلله استاد اگر خودش رفت راهش باقی مانده، شاگردان تربیت کرده که امروز هر کدامش در جهان اسلام شاهدشان بودیم که در مسابقات اول شدن و قرآن به الفاظ زیبا و به آن چنین که رسول الله صلی الله علیه و آله متعال می فرماید به امو رقم به امو الفاظ زیبا تلاوت میکنند. و استاد یک الگوی، نه تنها یک الگوی در کلام الله یا زیبا خواندن قرآن کریم نبودن، بلکه یکی از الگوی یک شخصیتی بودن که در جهان اسلام اخلاقشان و امور رفتار و شکست نفسیشان همگیشان بر همگی ویدا بود و الگوی بسیاری از قرای عزیز کشور ما قرار گرفت. و ما امروز خیلی یک غم بزرگ داریم که بزرگترین سرمایه را ما از دست دادیم و امروز این
مردم که میبینیم اینها نه به خاطر پول اینجا حاضر شدن و نه به خاطر یک شخص بلکه به خاطر کلام الله که آن که او قاری صاحب عزت داده بود و او کلام الله که قلب انسان محبت ایجاد کرد که اونها امروز تمامشان کارها را راکن حتی بعضی از ولایت های بغلان و هزار و بعضی ولایت ها اینجا حاضر شدن و اگر این جنازه یک روز دیگه طال می خود شاید است بسیار ولایت های دیگه هم می آمد که اینجا هیچ جای نمی بود ولی جنازه دفن شد دیگه از یک طرف متاسف هستیم که چون شخصیت از دست دادیم ولی خوشبخت بر این هستیم که راه خود را و عمو علم را که به دست آورده بود او را برای شاگردای خود رسان و مستاق حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله شد که میگه انسان وقتی که وفات میکنه سه چیز از او باقی میمونه یکی اولاد صالح یکی صدقه جاریه و یکی علم نافع علم که از اون نفع برسه و امروز الحمدلله استاد هم علم نافع داشت و هم صدقه جاریه داشت که کلام الله را بر شاگردان آموخت و اینا تا قیامت که به هر کسی که درس میدن ثوابش انشالله به الله بر جناب شیخ صاحب میرسه و جایگاه شیخ صاحب الله متعال در جنت بالا بگردانه و عمو حدیثی که میگه وقتی که قاری وفات میکنه هر آیاتی که میخونه به اون مقام بالا رفته میره و انشالله این شیخ صاحب هم در این مقام است و وقتی که جنازه را از مسجد دیدگاه میبردن شاید بعضی کمره ها یا گرفته باشه که من خودم متوجه ازی بودم دوستم هم کمره را گرفت از تابوت شیخ صاحب رقم تفت نور آمد که در اون بل 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 یگان نشانک های صفی نیاد که نور میامد که در هیچ جنازه من ندیده بودم که او کلش تمامش برکتش از برکت او قرآنی است که زیبا میخوان و در سینه از او جای داشت سلامت زنده باشم بازم زندگی سر تن باشه بخیر باشه تشکر خوب بیننده عزیز ما رو دنبال داشته باشه خب دوستان عزیز سر ادیره جناب استاد بزرگوار هستیم و همچنین پسرشون در کنار ما هستن و در مورد استاد بزرگوار چیز گفتنی های داشته باشن انشالله که در خدمتتان می باشه و صحبت می داشته باشه بازم قاری صاحب میشه که صحبت داشته باشه بسم الله الرحمن الرحیم اول تر از همه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ای غم و ای اندورنج می فهم که تمام ملت غیر افغانستان در ایرنج با ما شریک هستن منان برایشان عرض و تسلیت خواهن هستیم خداوند صبر جمیل به کل ما و شما نصیب بکنه استاد یک شخص بسیار مهربان بود پدر ما تا 23 سال عمر دارم نه شاگرد و نه مک اولادش هستم تا حال گپ جز مهربانی گپ غلط از دانشان نشنیدیم ما رو رنج نکرده خداوند قبرشان روضه جنت بگردانه و همیشه یک شخص مهربان بود همیشه یک واسطه ما برای ما از طرف پدری است که به خادمان قرآن به خود قرآن و به قاریان قرآن همیشه در خدمت باشین و خدمت بکنیم و انشالله بعد از این بودیم هستیم و می باشیم انشالله بسیار زیاد معذرت می خواهیم بازم یکی از خاطرات استاد بگوین که خاطره بر همیش در ذهنت خطور میکنه چی خاطره است از استاد بزرگوار از پدرت خاطره ها زیاد است خوریسه خاطره های قضیات است لیکن رنجی که در سینه نفته خاطره را اجازه نمیده خب خیر استاد اگر ما اشتباه هم انسان به صحب و خطا نیست در زندگی اشتباه هم میکردیم باور بکنیم با یک خوش خلق نیک و خلق خوش برای ما اتر جواب میداد که ما از او کارم مثال منصرف میشنیم حالی که امروزه زندگی قسم آمده که استاد نمیگیم که وفات کرد استاد هست زنده است چرا اجر عظیم در زندگی مونده برای ما شما و کل امت و ای جاری است انشالله باز هم ما میگیم در خدمت هموطنان در خدمت قاریان قرآن در خدمت قرآن هستیم بودیم و می باشیم امروز ما که اینمی است که درد بر سینه داریم لیکن پنهان است از بارگاه الله متعال هزار بار شکر گزار هستیم باز هم چرا که در رای قرآن رفته استاد کل عمر خود صرف قرآن کرد در خاطره خوب استادی است که امروز ناتمام ماند او هم کتمه
استاد در مریضی سختشان میخواستن که یک خط مذهب بکنه که به شاگردان بود خاص. کسایی که هیچ قرآن را نخوانده باشند و را بشنون از او یاد بگیرن و تا شش سپاره ما رسانده می ختمه. ما در جریان امرای استاد هم کار بودم. استادم بود. بسیار درد می داشت. دردش زیاد بود لیکن بیچاره هر چخم که درد بود باز هم کوشش خدا می کرد. بسیار با مشکلات شش سپاره را ما ثبت کردیم. لیکن زندگی یاری نکرد. خب خدا من جنت فردوس نصیبش بسازد. یه خاطر تلخ مسته برادر. خداوند صبر بده. بر شما همچنان صبر بده و در آخر گفتنیاتون بر کسایی که خودت فعلا میبینن داشته باشید پیامتون. گفتنی به برادران و خواهران و مسلمان ما کسی که در رنج و غم ما شریک هستند اینجا آمدن و ما را میبینن و هستن، خداوند بر قلبشان تسلیت و بار بیاره و از خدا از بارگاه خداوند جل جلاله برایشان اجر خواهان هستیم. بخیر باشین سلام. و یگانه چیزی که ما از ملت، یگانه چیزی که ما از مردم، یگانه چیزی که از هر امت مسلمان میخوایم خدمت خالصای باره میخوایم بس. چرا؟ یا با نور قرآن هستند. قسمی که میگن خیرکم من تعلم القرآن و علمه، قرآن را بیاموزید و به دیگران بیاموزانید، بهترین امت مسلمان اون ما است و ما خواهش ما می است که خدمت قاری سایبا را بکنیم. بس دیگه پیام ندارم دیگه. سلامت باشید. سلامت بازم سایبا در آن زمانم که بین صحابه بودن خدمت قاری سایبا یارای پیامبر صلی الله علیه و آله است. کسایی هستن که نزد پروردگار حبیب هستم. بس همین قاری صیبا پیش ما منزلت بزرگتر داره. سلامت باشین. باز سلامت زندگی باشن. سرتان باشه. خداوند غریق رحمت بسازه. حضرت شما سلامت. قاری قرآن گفته میشه که ای جای استراحتگاه است، اشاره است به حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله. اونا میفرمایند که وقتی از مؤمن در این قبر پرسان میشه سه سوال: من ربک، ما دینک و من نبیک. وقتی مؤمن جواب میده در جواب برش گفته میشه که نم که نومت العروس، خواب کن مانند خواب عروس. ناله تکبیر الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشاره است به مو حدیث و الله متعال این فضیلت به جناب شیخ القراء استاد برکت الله سلیم نصیب بگردانه. دوم خوش خبری در قبر چی است؟ امام شاطبی رحمه الله می فرماین هنالک یهنیه مقیلا و رودتا. دوم روزه چی را میگه؟ باغ میگن. اشاره است به حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله. القبر روضة من رياض الجنة. دعا کنین که الله قبر شیخ القراء استاد برکت الله سلیم باغچه از باغچه های جنت بگردانه. دوستا آرزوی استادی بود شیخ منقاد صحبت من صحبت میکنه کدام پیام مختصر داشته باشم. استاد ما را میگفت، شیخ القراء میگفت که من در مریضی تشویش ندارم. قاری صاحبایی که قرائت کردن، قاری صاحب رشاد ماموزه، قاری صاحب سید صدیق شاهد هستن، آجی صاحب افسر سلیم که حامی بزرگ جناب شیخ القراء استاد برکت الله سلیم بودن، دعا کنین الله برش عمر طولانی نصیب کنه. آمین. اولادایشان قاری صاحب رحمت الله در خارج از کشور است، قاری صاحب صبغت الله، قاری صاحب فرحت الله، قاری صاحب شوکت الله، قاری صاحب نصرت الله، همه از اینا شب روز در خدمت استاد بودن، در مریضی زیاد زحمت کشیدن. این بشارت دومی که گفتیم قبر روزه از ریاض جنت است، استاد در مریضی خود میفهمین آرزویشی بود، میگفت من دیگه تشویش ندارم. به همه قاری صاحبا یه گفه گفتن، تنها به منه میگفتن من بسیار به این جگرخون هستم که از تدریس قرآن کریم مونده. Oh,
الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. محترم قاري صاحب استاذ بركة الله سليم صاحب دانت ان هذا شنوار قاري يا استاذه او نت ان هذا ننقرار ولد استاذ يا قاري نت ان هذا مشرقي استاذ يا قاري نت ان هذا افغانستان استاذ يا قاري بل كدا يا عالمي قاري استاذ بسلهاو زرهاو شاگردان روزلی دی ددا اسیو کتاب چ عظیم کتاب دی او د استاذ ز برکتا د قران د برکتا د پرون نرادی پلو د الله رحمت هم وری زما دوستانو دلتا چ څومرا په د جنازه کې شرکت کړي ډیر د لری خلکو لری زنا مرګری راغلی دوستان شاگردان. خداوند استاد بزرگوار غریق رحمت خود بسازد و تشکر از شما بیننده های عزیزی که تا این دم ما را دنبال کردند. تا دیدار دیگر بدرود.